سلام بچه ها، به کانال World of Facts خوش اومدید. من مهدی هستم، امروز براتون یه ویدیو جالب در مورد 9 تا از ترسناک‌ترین مراحل در بازی‌های غیر ترسناک آماده کردم. از نظر من مهمترین عاملی که میتونه باعث ایجاد ترس بشه غافلگیریه. وقتی شما دارید یه بازی ترسناک انجام میدید، انتظار اتفاقات وحشتناک دارید، اما زمانی که دارید یه بازی غیر ترسناک میکنید و بعد چیز وحشتناکی براتون رخ میده، اون موقع است که حسابی میترسید. به همین دلیل فکر میکنم اتفاقات اینطوری در بازی های غیر ترسناک فشار بیشتری به آدم وارد میکنند. من امروز قصد دارم شما رو با 9 مرحله ترسناک در بازی های غیر ترسناک آشنا کنم. شماره 9، ماکس پین فلشبک. کسایی که ماکس پین یک رو بازی کرده باشن میدونن که از همون اول اتفاقات بدی برای ماکس رخ میده، چرا که توی همون مرحله اول ما میبینیم که زن و دختر ماکس پین توسط یه سری معتاد الکلی کشته میشن. این اتفاق تلخ حسابی روی ماکس تاثیر میذاره و اون هیچ وقت نمیتونه این فشار رو از روی خودش برداره. ما تا زمانی که به مرحله فلش بک نرسیدیم نمیدونیم که اون چطور این عذاب و زجر رو داره تحمل میکنه. همونطور که از استدیو رمدی انتظار میره، اونا تونستن این مرحله رو به بهترین شکل نشون بدن، چرا که شما از هر طرف میتونید احساس غم و ترسی که ماکس حس میکنه رو دریافت کنید. درسته که مرحله به تنهایی واقعا سخته و شما باید دنباله رد خون رو بگیرید و از اون هزار تو خودتون رو نجات بدید. اما خب علیرغم اتمسفر، صدای گریه زن و بچه ماکس که توی مرحله داره میپیچه حسابی میتونه روح و روان شما رو بازی بده. شاید الان گرافیک بازی تعریفی نداشته باشه، اما توی دوره‌ای که ما داشتیم اونو بازی میکردیم و سن و سالی هم نداشتیم، این مرحله حسابی ما رو میترسوند. شماره 8، دیترویت بیکام هیومن، قبرستان اندرویدا. کلن بازیایی که توسط دیوید کیج ساخته میشن هیچ وقت اونقدر ترسناک نیستن. بازیای دیوید کیج سبک خاص خودشون دارن، اونا تقریبا مثل یک جور فیلم سینمایی میمونن. در قسمتی از بازی دیترویت بیکام هیومن، کاراکتر شما یعنی مارکوس داخل یک جور قبرستون اندرویدها میافته، جایی که ظاهرا این رباتو گرفتن غیر فعال کردن. در نگاه اول این کاتسین چندان ترسناک به نظر نمیرسه، فقط ما مارکوس رو میبینیم که لتو پار شده و توی گل و لای افتاده. اما زمانی که شما کنترل مارکوس رو به دست میگیرید، اونجاست که یکم اوضاع فرق میکنه، چرا که باید به سختی خودتون رو از بین آتشخاله بیرون بکشید و بعد برید سراغ اندرویدهایی که روی زمین افتادن. اونجا قطعات اون اندرویدها رو بردارید و به بدن خودتون وصلشون کنید. اما یه سری از این اندرویدها هستن که هنوز زندن، اونا نمیخوان قطعات خودشون رو به مارکوس بدن و بعضیاشون ازش درخواست کمک میکنن. اینجاست که واقعا آدم احساس بدی بهش دست میده و خب شاید یکم هم بترسه. در هر صورت تجربه کردن همچین مرحله‌ای، اونم توی بازی مثل دیترویت بیکام هیومن، حسابی میتونه روی مخ شما بره. شماره 7، گیرز آف وار 2، مقر مفکوکه COG. شاید بعد از شنیدن اسم گیرز آف وار دو تا چیز به ذهن ما خطور کنه: اول گیم پلی خیلی خفن اون و بعد هم بخش مالتی پلیر. داستان بازی هم انصافا هر از گاهی میتونه غمگین بشه و احساسات شما رو قلقلک بده. اما گیرز آف وار به هیچ صورت یک عنوان ترسناک به حساب نمیاد، با اینکه دشمنای شما آدم نیستن و یک جور هیولا به اسم لوکاس به شما میرن، اما اصلا ترسناک نیستن. البته به جز مقر متروکه COG، جایی که شما به افراد خودتون رفتین تا در مورد لوکاسا و ملکشون اطلاعات بیشتری به دست بیارید. اولی که اونجا رفتید واقعا همه چیز ساکته و هیچ کسی درش وجود نداره. بعدش که کم کم شما میتونید یه سری اتفاقات عجیب رو تجربه کنید. صداهای مختلف از این طرف اون طرف شنیده میشه و بعد حرکت یک چیز مرموز رو حس میکنید. این قسمت کاملا شبیه بازی‌های ترسناک درست شده. بعد از اینکه چند دقیقه رو با حس وحشت و استرس طی کردید، نوبت به اون چیزی که همه انتظارش رو می‌کشیدین میرسه، یعنی کشت و کشتار. درسته که این درگیری با لوکاسا حال میده، اما با این حال نمیتونه اون ترس و وحشتی که ما قبلش حس کردیم رو از بین ببره. شماره 6، ویچر 3، واچلینگ. همونطور که میدونید از ویچر 3 به عنوان یکی از بهترین بازی‌های اوپن ورلد یاد می‌کنن. خب این موضوع کلی دلیل قانع کننده داره. مثلا کوئستایی که داخل بازی ویچر 3 وجود داره اکثرا منحصر به فرد هستن و به هیچ عنوان شما یک موضوع تکراری رو داخلش احساس نمی کنید. توی این چند وقته که من بازی اساسنز کرید اودیسه و اسکایروم رو دارم دوباره بازی میکنم و کوئستاشو انجام میدم، میفهمم که ویچر 3 واقعا چه جواهری بوده. از جمله یکی از جذابترین کوئستایی داخل اون بازی میتونیم به قسمتی اشاره کنیم که شما در جستجوی سیری با یک کاراکتر به اسم برن آشنا میشید.
وارن ظاهراً قبلاً سیری رو دیده، اما قبل از اینکه بخواد به شما اطلاعاتی بده ازتون یک درخواست داره. منطقاً شما برای اینکه به ادامه بازی بپردازید باید این درخواست و کوئست های بران رو حل کنید. در طی این کوئست شما باید تلسم بچه سرخ شده بران از بین ببرید، اما این تلسم باعث شده که اون بچه تبدیل بشه به یک جونور خیلی وحشتناک به اسم باشلینگ. انصافاً حساب کنید، این که شما میخواید با یک نوزاد تبدیل شده به هیولا دست و پنجه نرم کنید و بعد تلسمشو از روش بردارید و اونو خاک کنید حسابی میتونه ترسناک باشه. شماره 5، متال گیر سالید 5، آلوده شدن مقر اصلی. در طی این سالیان که انواع اقسام نسخه های متال گیر سالید به بازار میامد، ما مراحل مختلفی رو تجربه کردیم که خب انصافا هیچ کدوم از اونا به هیچ عنوان ترسناک نبودن، تا اینکه بالاخره نوبت به نسخه پنجم از این بازی یعنی متال گیر سالید فانتوم پین رسید. داخل این بازی ما به یک جور ویروس خیلی عجیب آشنا میشیم، یعنی وکال پاراسایت. این بیماری که خب خیلی هم وحشتناکه توسط زبان و حرف زدن پخش میشه، یعنی اگر کسی مبتلا به اون باشه و بعد شروع کنه به صحبت کردن، بیماری به افراد کناریش منتقل میشه. توی قسمتی از بازی وقتی که شما به مقر اصلیتون برمیگردید میبینید که تمام افراد شما دچار این بیماری شدن. حالا اگر دقت کنید فضای بازی خیلی شبیه بازی دد اسپیس میشه، واقعا همه چیز ترسناکه. درسته که داخل اونجا شما هیچ جامپ اسکیر رو تجربه نمیکنید، اما یه کار بدتر باید بکنید، اونم اینه که تمام افراد خودتون رو بکشید تا اجازه ندید این ویروس بیشتر از این پخش بشه. این یعنی نه تنها باید با این حس ترس کنار بیایید، بلکه در تمام مدت براتون احترام قائل بودن و به دستوراتتون گوش میکردن و با دست خودتون بکشید. شماره 4، بتمن آرکام اسایلم مورچ. کلا فرانچایز بتمن تم تاریکی داره و بارها از ترس به عنوان یک سلاح مرگبار داخل اون استفاده شده. احتمالاً میدونید که چه کسی به بهترین شکل از ترس استفاده میکنه. درسته، مترسک یکی از دشمنای اصلی بتمن. اون همیشه از ترس افراد استفاده میکنه تا بتونه شکنجهشون کنه و به مقاصد خودش برسه. داخل بازی بتمن آرکام اسایلم شما با مترسک رو در رو میشید وقتی که دارید یک جور سردخونه رو میگردید و بعد یه جسد رو باز میکنید. اونجاست که یهو کله مترسک میاد بیرون و شما رو با سرم خودش آلوده میکنه. اینجاست که بتمن میره به توهم و باید با ترسای خودش رو در رو بشه. درست مثل مکس مین یک چیزی هست که حسابی روی بتمن تأثیر میذاره، اونم مرگ خانوادشه. در داخل این قسمت درسته که یک جای شما به صورت پلتفرمی باید با مترسک مقابله کنید، اما بخشی وجود داره که بعد از باز کردن کیسه اجساد میبینید که پدر و مادرتون داخلش هستن و از اون بدتر شما رو به خاطر مرگ خودشون مقصر میدونن. شماره 3، بایوشاک اینفینیت خونه کامستاک. اگر بازی بایوشاک 1 و 2 رو تجربه کرده باشید احتمالاً میدونید که این فرانچایز بعضی وقتا میتونه ترسناک باشه، مخصوصا با تم و تیر و تاریکی که اون دوتا بازی اول داشتن. اما وقتی که بازی اینفینیت عرضه شد کمتر کسی فکر میکرد که داخل اون هم یه مرحله ترسناک وجود داشته باشه، چرا که تمام تم این بازی و محیطایی که شما داخلش میرید حسابی رنگارنگ هستن و فضای شادی رو تقریبا دارن. انصافا هم تا زمانی که شما به مرحله خونه کامستاک نرسیدید هیچ چیز ترسناکی رو داخلش تجربه نکردید، اما توی این مرحله است که اوضاع میتونه یکم تغییر پیدا کنه. به عنوان مثال اولین چیزی که رخ میده اینه که دیگه خبری از اون رنگای شاد نیست و دوباره فضا میشه مثل بایوشاک 1 و 2. از اون گذشته دشمنایی که شما باید باشون رو در رو بشین یک جور ماسک خیلی عجیبی رو سرشون کشیدن که واقعا به قول خارجی کریپیه، اما نه اینا و نه رو در رو شدن با بویز آف سایلنس نمیتونه اونقدر ترسناک باشه، تا بالاخره جایی که شما باید یک اهرم رو بکشید عقب. اونجاست که از نظرم یکی از ترسناک‌ترین جامپ‌اسکیرهای ممکن رخ میده، چرا که وقتی برمیگردید با این صحنه عجیب رو در رو میشید. یادمه وقتی که خودم داشتم این مرحله رو بازی میکردم و به این صحنه رسیدم 2 متر پریدم هوا، حسابی ترسیدم. شماره 2، Red Dead Redemption 2، کروکودیل غول پیکر. برگه ها یکی از ترسناک‌ترین فضاهایی هستن که معمولا توی فیلم ها یا بازی ها با آنها رو در رو میشیم، اما توی Red Dead Redemption 2 واقعا هیچکس انتظار یک موضوع ترسناک رو نداشت. تا اون موقع تنها چیزایی که شما تجربه کرده بودید چند تا درگیری با گنگ رقیب، زدن قطار و یاد دادن ماهیگیری به جک کوچولو بود. هیچ کدوم از این چیزا اونقدر ترسناک نبودن، اما وقتی که به این مرحله میرسید یک موضوع خیلی ترسناک انتظارتون رو میکشه. با اینکه ماهیگیر بهتون هشدار میده داخل بازی کروکودیل وجود داره، شما باید این قسمت رو رد کنید، اما وقتی که کروکودیل از آب در میاد واقعا میترسیم، چرا که هم خیلی غول پیکره و هم بیرون اومدنش خیلی یهوییه. اگر شما
بازی Red Dead Redemption 2 رو تمام کرده باشید، قطعا میتونید بگید که ترسناک‌ترین چیزی که داخل این بازی براتون رخ داده همین حضور کروکودیل و یهو پریدنش بیرون از آبه. شماره 1، Half-Life 2 Raven Helm. با اینکه 16 سال از عرضه بازی Half-Life 2 میگذره، اما اگر همین الان شما برید اون رو دانلود کنید و بازی کنید، میفهمید که چقدر بازی خوبیه. حتی توی سال 2020 هم میتونید با انجام دادنش لذت ببرید. تا زمانی که شما به شهر متروکه ریون هلم نرسیدید، همه چیز خیلی اوکیه. دشمنایی که تا موقع باشون رو در رو میشید، یه سری از افراد کامباین هستن و یا موجودات فضایی که به داخل زمین اومدن. اما با قدم گذاشتن به شهر متروکه ریون هل، با ترسناک‌ترین چیزی که توی هفت‌لایف دو رخ میده آشنا میشید. یعنی کراپ هتا. اون انگل هایی که روی سر قربانیای خودشون میپرن و بعد مغز اونا رو میمکن و یک جورایی تبدیلشون میکنن به زامبی. هیچ کس از هفت‌لایف دو انتظار نداشت که همچین دشمنای عجیبی رو داخل خودش داشته باشه و انصافا هم که چقدر جذاب بودن. واقعا هم از بین بردنشون سخت بود و هم حسابی میتونستن شما رو بترسونن، مخصوصا وقتی که بدونید یه ایستریگ خیلی جذاب هم دربارشون وجود داره. در واقع وقتی که اونا دارن صداهای عجیب از خودشون در میارن، در واقع از شما درخواست کمک میکنن. اگر این صداها رو از عقب به جلو برگردونید، میفهمید که اونا دارن عباراتی مثل help me یا کمکم کن رو فریاد میزنن. خب بچه ها، اینم از لیست امروز ما. امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید. شما هم اگه مرحله ترسناکی در بازی غیر ترسناک میشناختید، حتما توی کامنت ها با بقیه به اشتراک بگذارید. من اینجا یه تشکر بکنم از اسم مهدی فن، میشه ویدیوی پرسش و پاسخ بذاری، پویان، ای اف آرمی، شاهرخ، ویدیو راجب نورهود بذار و من همونم که در مورد رلت سوال پرسید ناراحت شدی عزیز که ما را دونیت کردن. اگه شما هم میخواید از ما حمایت کنید، میتونید از لینک ریمیت زیر استفاده کنید. اما راجب سوالاتون، ویدیوی پرسش و پاسخ نمیدونم، شاید در آینده، ولی فکر نمیکنم کسی چندان خود مهدی براش جذاب باشه. بیشتر موضوعاتی که انتخاب میکنم و محتوایی میسازم براتون جذابه. و اما سوال بعدی، نه ناراحت نشدم، ولی خب ترجیح میدم راجبش صحبتم نکنم. در هر حال اگه از ویدیو امروز راضی بودید، حتما ما رو لایک و سابسکرایب کنید. آرزو میکنم خوبی داشته باشید و تا قسمت بعد، خدا نگهدار.